سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما در مقاله امروز قصد داریم بپردازیم به جنبه‌های علمی ورزش پرش با اسکی، ورزشی که در اون ورزشکاران با رعایت قوانین فیزیکی میتونن فواصل بیشتری رو در هوا معلق بمونن. ما قصد داریم در این مقاله بپردازیم به جنبه‌های علمی این رشته ورزشی. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. ما در ابتدا مقاله این رو بیان میکنه که انسان‌های معمولی در بهترین حالت ممکن زمانی که به هوا میپرن میتونن نیم ثانیه در هوا باقی بمونن. این در حالی هست که مایکل جوردن توانایی این رو داشته که بتونه یک ثانیه در هوا باقی بمونه زمانی که به هوا میپره. اما این در حالی هست که ورزشکاران در بازی‌های المپیک زمستانی تمام تلاش خودشون رو انجام میدن که بتونن این اعداد رو ارتقا ببخشن. خب بهترین رشته ورزشی واسه ارتقاء این اعداد و بررسی‌های علمی پرش با اسکی هست. اما پرش با اسکی یک ورزشی هست که ورزشکاران تمام تلاش خودشون رو انجام میدن که بتونن بیشترین فاصله ممکن رو با یک پرش طی کنن و بیشترین زمان ممکن رو در هوا باقی بمونن. اما اگر بخوایم بپردازیم به اعداد و ارقام و رکوردهایی که در این رشته ثبت شده، باید این رو بیان کنیم که تقریبا ورزشکاران در هر پرش طول یک زمین فوتبال رو طی میکنن و توانایی این رو دارن که بتونن بین حدود 5 تا 7 ثانیه در هوا معلق بمونن. و اما بیایم بپردازیم به این که چه عواملی باعث میشن که یک جسم بتونه در هوا معلق بمونه، چه عوامل فیزیکی و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که بتونه یک جسم پرواز کنه یا در هوا معلق بمونه. و اما در اینجا مقاله اشاره میکنه به سه نوع نیروی مختلف که در پرواز کردن اجسام دخیل هستن. اولین نیرو که همون نیروی گرانش هست، دومین نیرو نیروی لیفت و سومین نیرو هم نیروی درگ هست. خب ما از اینجا به بعد مقاله قصد داریم هر کدوم از این نیروها رو به تفصیل بیایم بررسی کنیم و توضیحات مختصری رو در مورد هر نیرو بیایم ارائه بدیم. خب اولین نیرویی که قصد داریم بررسی کنیم نیروی گرانش هست. نیروی گرانش بر هر جسمی که قصد پرواز کردن و فاصله گرفتن از زمین رو داره اثر میذاره. خب این نیرو تمام تلاش خودش رو انجام میده که اون جسم رو به حداقل فاصله ممکن نسبت به سطح زمین نزدیک کنه. خب نیروی گرانش بر روی تمام اجسام به صورت یکسان عمل میکنه، پس هیچ ورزشکاری نمیتونه به نحوی این نیرو رو کاهش بده. اما زمانی که ورزشکاران ما یا هر جسمی که با هوا در تعامل باشه و قصد پرواز کردن رو داشته باشه، این تعاملات بین مولکول‌های هوا و اون جسمی در حال پرواز باعث به وجود اومدن یک نیروی به نام نیروی لیفت یا بالابر میشه. خب بیایم بپردازیم به این که نیروی لیفت یا بالابر چگونه به وجود میاد. خب این نیرو زمانی به وجود میاد که بدن ورزشکاران ما به مولکول‌های هوا فشار وارد میکنن و ما از طریق قانون سوم نیوتن میدونیم که هر جسمی که به جسم دیگری نیرو وارد میکنه، اون جسم هم در تقابل با جسم ما یک نیروی در جهت مخالف هم اعمال میکنه. این همون نیروی لیفت هست که به بدن ورزشکاران اعمال میشه. اگر این نیروی لیفت یا بالابر مساوی با نیروی گرانش باشه، باعث میشه که اون جسم بتونه در هوا معلق باقی بمونه. اما این نیرو مثل نیروی گرانش نیست که ورزشکاران نتونن اون رو تغییر بدن. دو عامل بر نیروی لیفت یا بالابر اثر میذارن. اولین نکته همون زاویه بدن ورزشکاران ما هست. اگر زاویه بدن اونقدر زیاد باشه، این نیرو باعث میشه که ورزشکار متوقف بشه. اما اگر این زاویه هم اونقدر کم باشه، اصلا همچین نیروی به وجود نمیاد. پس ورزشکاران باید بتونن یک زاویه مشخص رو در طول پرواز خودشون رعایت کنن. اما دومین نکته و پارامتر هم همون سرعت ورزشکاران هست هنگام که میخوان پرواز کنن. هر چقدر که این سرعت افزایش پیدا کنه، نیروی لیفت یا بالابر هم افزایش پیدا میکنه که در نهایت باعث میشه اون ورزشکار بتونه فاصله بیشتری رو پرواز کنه. اما تمام توضیحاتی که در مورد نیروی لیفت دادیم شاید این رو در ذهن ما تداعی کنه که این مسائل خیلی پیچیده هستن و ما نمیتونیم اونها رو درک کنیم. اما از طریق یک آزمایش خیلی ساده ما میتونیم این نیرو رو یک جورایی حس کنیم. این آزمایش به این صورت هست که زمانی که شما سوار ماشین هستید، دست خودتون رو اگر از پنجره ماشین بیرون بیارید، اگر زاویه دست شما قائم باشه، با دست شما رو به سمت عقب هل میده. اما اگر دست خودتون رو در زاویه نگه دارید که انتهای دست شما در جهت مسیر باد باشه، مشاهده میکنید که این نیرو به سمت بالا دست شما رو حرکت
حرکت میده و یک جورای دست شما به سمت بالا حرکت میکنه. این همون نیروی لیفت یا بالابر هست که ما میتونیم از طریق این آزمایش اون رو حس کنیم. و اما زمانی که هر جسم در حال پرواز کردن هست، یک نیرو در جهت مخالف حرکت اون جسم به اون جسم وارد میشه. اسم این نیرو رو نیروی کشش یا درگ مینامند. این نیرو حاصل استکاک است که بین اون جسم در حال پرواز و مولکول‌های هوا به وجود میاد. خب این نیرو تمام تلاش خودش رو انجام میده که سرعت جسم ما رو کاهش بده و ما میدونیم که با کاهش سرعت نیروی لیفت رو ما به سرعت از دست میدیم و این باعث میشه که اون جسم مد نظر ما بتونه فاصله کمتری رو طی کنه در پرواز خودش. خب تا اینجای مقاله ما متوجه شدیم که هر جسمی که در حال پرواز کردن هست، سه نیرو برش اثر میذاره. دو تا از این نیروها در جهت مخالف اون هدف ما عمل میکنن به جسم مد نظر ما و یک نیرو هم در جهت موافق اهداف ما عمل میکنه و باعث میشه که ما بتونیم بیشتر در هوا معلق بمونیم. اما بیاییم بپردازیم به این که اسکی بازها چه شرایطی رو ایجاد میکنن که بتونن با توجه به این عوامل فیزیکی مسافت بیشتر رو طی کنن و یک جورایی مسافت بیشتر رو پرواز کنن. و اما در ابتدای مسیر اسکی بازها بدن خودشون رو جوری خم میکنن که کمترین استکاک بین بدن خودشون و جریان هوا رو تجربه کنن. خب این باعث میشه که در انتهای مسیر پرش اسکی بازها سرعتی بین حدود 60 مایل رو تجربه کنن، یعنی 96 کیلومتر بر ساعت. اما سطح اسکی هم جوری طراحی شده که در انتهای مسیر یک زاویه 10 درجه رو به مسیر اسکی دادن که این باعث میشه اسکی بازها بتونن پرش خودشون رو از اون نقطه آغاز کنن. اما مسیر فرود اسکی بازها هم جوری طراحی شده که مسیر پرواز اسکی بازها رو یک جورایی تقلید میکنه و این باعث میشه که فاصله بین بدن اسکی بازها و سطح زمین در طول مسیر کمتر از 10 تا 15 فوت باشه و این باعث میشه که ایمنی کار یک جورای افزایش پیدا کنه. و اما در طی مسیر پرواز هم اسکی بازها تمام تلاش خودشون رو انجام میدن که بتونن اون سنیرویی که ما بررسی کردیم رو در جهت منافع خودشون استفاده کنن. خب برای این کار اسکی بازها تا جایی که امکان داره بدن خودشون رو موازی سطح زمین نگه میدارن، یا اینکه میان اسکی های خودشون رو به شکل وی شکلی باز میکنن و این باعث میشه که سطح بدن خودشون رو افزایش بدن. خب این افزایش سطح بدن باعث میشه که نیروی لیفت یا بالابر افزایش پیدا کنه که در نهایت باعث میشه که زمان بیشتری بتونن در هوا معلق بمونن. اما با وجود تمام مسائلی که ما تا اینجای مقاله بررسی کردیم، باز عوامل و شرایط محیطی خیلی زیادی وجود دارن که بر مسافت که ورزشکارا پرواز میکنن اثر میذارن. یکی از اون عوامل همون سرعت بادی هست که بدن ورزشکارا با اون مواجه میشه. خب داوران مسابقه برای اینکه شرایط عادلانه رو برای تمام ورزشکارا بتونن تهیه کنن، میان نقطه آغاز پرش هر ورزشکار رو با توجه به سرعت باد تنظیم میکنن و این باعث میشه که اون رکوردها رو بتونن ثبت کنن در یک شرایط کاملا عادلانه. اما با وجود تمام این شرایط، باز قوانین دیگری هم ثبت شده که بتونه شرایط رو برای تمام ورزشکارا عادلانه در نظر بگیره. به عنوان مثال طول هر اسکی که ورزشکارا استفاده میکنن یک اندازه مشخص داره و چیز حدودش 145 درصد از قد اون ورزشکار رو باید شامل بشه، یا اینکه اگر اون ورزشکار BMI کمتر از 21 رو داشته باشه باید طول اسکی کوتاه‌تر استفاده کنه. البته طول زیاد اسکی نمیتونه مفید باشه واسه ورزشکارا، چرا که وزن بیشتری رو میتونه اضافه کنه به بدنشون و این باعث میشه که رکوردها کاهش پیدا کنه. البته باز قوانینی مثل پوشیدن لباس تنگ هم وضع شده و این قانون برای این هست که ورزشکارها نتونن از سطح لباس خودشون استفاده کنن واسه افزایش نیروی لیفت یا بالابر که باعث بشه بیشتر بتونن در هوا معلق باقی بمونن. خب این تمام قوانین و شرایط فیزیکی بود که ورزشکار در طی پرش خودش باید در نظر بگیره که بتونه بیشترین رکورد رو ثبت کنه. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.